کمپاین سراسری واکسین پولیو امروز در ولایت هرات آغاز شد و برای 4 روز در سراسر هرات ادامه خواهد داشت. در این دوره از کمپاین بیش از 650 هزار طفل زیر سن 5 سال در برابر فلج و کودکان واکسین می شوند. مسئولان در ریاست سعدامه با اینکه ناامنی ها را چالش اصلی در برابر این پروسه ملی عنوان می کنند، اما از آمدگی های کامل در تطبیق هرچه بهتر آن در شهر و ولسوالی های هرات خبر می دهند. از سوی هم اداره محلی با اینکه از تطبیق 80% دوره قبلی واکسین پولیو در شهر هرات سخن می گوید، از مخالفین مسلح دولت می خواهد که مانع اجرای واکسین پولیو نشوند. همکارم گزارش می دهد. پولیو ویروس خطرناک و مهلکی است که بیشتر اطفال و نوزادان را مورد هدف قرار می‌دهد. قرار است بالاتر از 95% اطفال و نوزاد زیر 5 سال از واکسن پولیو مستفید شوند. مسئولان صحی پولیو را ویروس خطرناک دانسته و میگویند که تاکنون 6 مورد از این ویروس در هرات به ثبت رسیده است. این روز پنجشنبه کمپاین برای مدت 4 روز به صورت خانه به خانه برای در سطح ولایت هرات به شمول ولسوالی‌ها و همچنین ولایت‌های حوزه غرب شروع میشه. اطفال مورد هدف ما 554 هزار طفل مورد هدف داره و مطلقاً برای اطفال نوزاد الی 5 سال کمپاین صورت میگیره. در دوره کمپاین به پلیزی که قطره پولیو برای اطفال داده میشه، تابلت البندازول هم نیز توصیه میگردد. با این حال مسئولان در بخش معافیت کتلوی شفاخانه حوزوی هرات اطفال تحت پوشش این دوره را 1,100,000 پیش بینی نمودند، اما ناامنی را چالش عمده در برابر این پروسه می دانند. به گفته آنان به دلیل ناامنی در ولسوالی های گلران، کشک کهنه و همچنان شندن، اطفال در دوره قبلی از واکسین پولیو بی بهره ماندند. و تارگیتی که ما در سطح حوزه غرب داریم تقریبا در حدود 1,100,000 طفل زیر 5 سال هست که ما امیدوار هستیم به این تارگیت ما خود بتانیم برسانیم، ولی مدلیتی یا امو چگونگی تطبیق کمپاین از مدت به این طرف تغییر کرده. ما در بعض ساعات خانه به خانه تطبیق میکنیم، در بعض ساعات کلینیک به کلینیک و در بعض ساعات هم سایت به سایت، یعنی اکثرا از مساجد استفاده میشه، از خانه های متنفذین قومی استفاده میشه. و هر صورت دستاوردی که ما تقریبا از چند دوره کمپاین به این طرف داریم، با نهایت کوشش کردیم، تقریبا ما 85% سطح کوشش ما بوده، 15% هم مونده که البته با ازیاد ناامنی ها احتمالا در این کمپاین شاید ما به 85% هم رسیده نتونیم، ولی با اون هم ما کوشش خود میکنیم. نمایندگان مردم در شورای ولایتی نیز شدت جنگ و ناامنی ها را در مناطق دوردست نگران کننده می دانند، اما از مردم می خواهند تا در تطبیق ای که نیروهای مخالف دولت یا طالبان اجازه نمی دن که فعالیت های روتین و فعالیت های کمپاین ها به صورت درست انجام بشه، خب یه مک از تبعات بد جنگ هست. امیدوار هستیم که در این قضیه تجدید نظر صورت بگیره، ولی خب به صورت معاوضوی خانواده ها مکلفیت دارن به خاطر نجات جان فرزندان خود. اونا اگر به سایه امکانات میسر نیست به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن و حتما پروگرام های واکسیناسیون رو اینا تطبیق بکنن. از سوی هم اداره محلی با اینکه از تطبیق 80% دوره قبلی واکسین پولیو در شهر هرات سخن میگویند، اما از مخالفین مسلح دولت نیز میخواهند که مانع اجرای پروسه واکسین پولیو نشوند. اداره محلی هرات همواره تلاش کرده، کوشش کرده با ایجاد ارتباطات و با جلب همکاری بزرگا و متنفذین و مردم. شکر خدا ما کمپاین واکسین تطبیق کردیم و این دوره هم انشاءالله تطبیق خواهد کردیم. ما در دور قبلی در حدود 80% پروگرام واکسین تطبیق کردیم. این که مشکل وجود داره، این که ناامنی در ولسوالیا در بعض مناطق باعث عدم درست تطبیق واکسن میشه، این ما قبول داریم، ولی تمام تلاش و کوشش و اراده اداره محلی اینه که واکسن ما به شکل درست از او برای همه اطفال از این وطن برسان. بر اساس گفته های مسئولان صحی، این کمپاین قرار است توسط بیش از 5000 کارمند و رضاکار تطبیق گردد و در آن برای بیش از 650 هزار طفل زیر 5 سال واکسن پولیو توزیع شود.